رحیم محمدی هستم، دبیر شیمی علوم هشتم. قسمت شیمی رو برای شما عزیزان ابتدا با یک جدول شروع میکنم، چون برخی از این عناصر رو حتما باید شما بلد باشید. جدولی که برای شما کشیدم یه تعداد از عناصر هست: هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فلور، کلور، بروم، یود، فسفر، سدیم، کلسیم، آلومینیوم، لیتیوم، آهن، کربن، گوگرد، منیزیم، هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون، سرب، کادمیوم و جیوه. اگر دقت کنید برخی از نمادها رو با نماد بزرگ نشون دادم، مثلا هیدروژن با اچ بزرگ نشون داده شده، اکسیژن با او بزرگ نشون داده شده، نیتروژن با ان بزرگ نشون داده شده، فلور اف بزرگ. اما اگر کلور رو دقت کنی، اول حرف نماد کلور سی بزرگه و ال اون چیه؟ کوچیک است، پس میشه سی ال. یادتون باشه حرف اول در نمادها بزرگ و حرف دوم کوچک نوشته میشود. مثلا در بروم بی آر، بی بزرگ، آر کوچک، یود آی، فسفر پی، سدیم ان آ، کلسیم سی آ که سی اون بزرگ، آ کوچک است، آلومینیوم ای ال، ایش بزرگ و ال کوچک است، لیتیوم ال آی، آهن اف ای، دوباره افش بزرگ، ای کوچک، کربن سی، گوگرد اس. شاید یک سوالی برای شما پیش بیاد که چرا برخی از عناصر رو، مثلا کلور سی ال، چرا مثلا سی خالی نیوردیم؟ جواب اینه که کلور سی ال، سی بزرگ و ال کوچک، اگر فقط سی می اومد شما دوچار مشکل می شدید با کربن. به همین دلیل برای اینکه مشخص بشه نماد سی ال مربوط به کلور است، کربن رو فقط حرف لاتین اولش نوشته می شود. منیزیم ام جی، ام بزرگ، جی کوچیک، هلیوم اچ ای، نئون ان ای، آرگون آی آر، کریپتون کی آر، سرب پی بی، کادمیوم سی دی، جیوه اچ جی. اما تو این جدول یک سری از عناصر هستند که ما بایستی توضیحات و ویژگی های اونها رو بدونیم. برای مثال هیدروژن تنها عنصری است که نوترون نداره. اچ تنها عنصری است که نوترون ندارد. به همین دلیل هیدروژن رو میگن یک عنصر سبک است. اکسیژن او، نیتروژن ان، که با این دوتا ما فعلا کاری نداریم، فلور، کلور، بروم و یود. این چهار تا عنصر رو، یعنی فلور، کلور، بروم و یود رو، بهش میگن عناصر نمکساز یا هالوژنزا. علت چیه؟ علت نامگذاری هالوژنزا یا نمکساز میخواییم ببینیم چیه. همه تون میدونید که نمک طعام فرمولش هست NaCl. Cl رو خدمت شما گفتم، Cl نشان دهنده چیه؟ اسمش هست کلور. Cl، Cl جزء هالوژنزاست و سدیم Na فلز هست. هالوژن ها چون با فلزات وارد واکنش می شوند تولید نمک می کنند.
به همین دلیل به این عناصر یعنی کلور، فلور، کلور، بروم و یود میگن نمکساز یا هالوژن زا. خب پس متوجه شدیم که علت این عناصر یعنی فلور، کلور، بروم و یود که هالوژن زا یا نمکساز هست چیه؟ اما میخوایم اشاره کنیم به این که فلور چه کاربردی داره. شاید زیاد شنیده باشید، میگن در خمیر دندان ترکیبی وجود داره یا عنصری وجود داره به نام فلوراید. فلوراید پس یکی از فلوراید یکی از کاربردهاش در ساختن خمیر دندان هست. اما کلور به عنوان ضد عفونی کردن آب استفاده می شود و بروم و یود هم که از دسته هالوژنزا یا نمکزا می باشد. فقط این قسمت دیگه، بروم و یود رو دیگه نیازی نیست گرفته بشه، فقط این قسمت کات بشه. خب اما میام سراغ سدیم، ببینیم سدیم چه ویژگی رو داره. ببینید سدیم یعنی Na فلزی است بسیار نرم که با چاقو قابل برش است. سدیم با آب به شدت واکنش می‌دهد. به شدتش کات بشه، سدیم با آب واکنش می‌دهد. سدیم چون با آب واکنش میده به همین دلیل در نفت و پارافین مایع نگرش می‌دارن. سدیم رو وقتی از داخل ظرف یعنی از داخل پارافین درش میارن، در مجاورت هوا یعنی اکسیژن موجود در هوا اکسید میشه. رنگ سدیم سفیده که بعد از مدتی که با اکسیژن هوا ترکیب میشه رنگ اون تیره میشه که ترکیبی به وجود میاد به نام سدیم اکسید که واکنش این به این صورته. سدیم به علاوه O2 میدهد Na2O. خب ترکیبی که اینجا به دست اومد بهش میگن چی؟ سدیم اکسید. سدیم اکسید به دست اومده گفتیم تیره رنگه یا در واقع تیره می شود در مجاورت اکسیژن هوا. سدیم اکسید اگر بیاریم با آب وارد واکنشش کنیم Na2O به علاوه H2O بشه، ترکیبی به دست میاد به نام NaOH که این ترکیب رو بهش میگن سدیم هیدروکسید. سدیم هیدروکسید به دست اومده یک ترکیبیه به نام باز یا قلیا. شاید تا حالا شده با صابون جامد صورتتون رو شستید، یه مقدار از کف اون صابون وارد چشم شما شده، سوزش اون به خاطر وجود سدیم هیدروکسید است، یعنی سدیم هیدروکسید در صابون جامد استفاده میشه. سدیم هیدروکسید در صابون جامد استفاده میشه. خب ما زیاد نمیخوایم در تمام عناصر رو برای شما توضیح بدیم، اون چیزهایی رو که لازم هست و جذاب هست که شما بدونید من اونها رو برای شما بیان میکنم. خب ببینید ما ترکیبی داریم به نام کربن. کربن گفتیم نمادش سی بزرگ هست. کربن در واقع به سه شکل وجود داره. یکی از شکل‌های کربن به صورت گرافیته. گرافیت. صورت دیگری از کربن
به صورت اسم دیگری که داره به نام زغاله، یعنی نمادی که برای اون در نظر میگیرن، و فرم دیگری از کربن به صورت الماس هست. جالب اینه که تمام این ترکیبات، یعنی گرافیت، زغال و الماس، همه اینها نمادهاشون سی هست. به همین دلیل میگن کربن شامل گرافیت، زغال و الماسه، که اینها رو میگن دیگر شکل‌های کربن، یعنی فرم‌های دیگر از کربن، دیگر شکل. یعنی کربن دیگر شکلی که داره به سه حالته، پس شد گرافیت، زغال و الماس. گرافیت براتون باید آشنا باشه. گرافیت در مغز مداد وجود داره. گرافیت در مغز مداده. گرافیت رسانایی جریان برق داره. میدونید که گرافیت از دسته نافلزاته، ولی ویژگی فلزات رو داره. چرا؟ چون جریان برق رو از خودش عبور میده. زغال و الماس هم گفتیم فرم‌های دیگری از کربن هست. الماس برخلاف گرافیت رسانایی ضعیفی داره، یعنی رسانایی گرماییش ضعیفه، اما هادی گرما هست، یعنی گرمای بسیار زیادی رو در خودش، من هادی رو کات میکنم، این قسمت رو مجدد میگم که الماس در واقع هدایت کننده گرماست، یعنی گرما رو خوب میتونه انتقال نیز بده. خب از قسمت کربن هم میایم بیرون، یعنی ترکیباتی که در رابطه با کربن گفتیم، میایم سراغ عناصری مثل هلیوم، نئون، آرگون و کریپتون. این چهار تا عنصر رو، یعنی هلیوم، نئون، آرگون و کریپتون رو، به این چهار تا عنصر میگن گازهای نجیب. البته اینو بگم، هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون، زنون و رادون، اینا هم جزء گازهای نجیب هستن. من فقط به این چهار تا دارم اشاره میکنم. این عناصر رو در واقع بهشون میگن گازهای نجیب. گازهای نجیب، یا نام دیگه شو بهش میگن بی اثر یا نادر، یا در بعضی مواقع هم به این گازها میگن گازهای تنبل. خب اما چرا به این گازها میگن گازهای نجیب؟ علت اینه که این گازها تمایلی به انجام واکنش ندارند، یعنی میل ندارن با عناصر دیگه وارد واکنش بشن. چرا؟ چون اینها به حالت پایداری رسیدن، یعنی در واقع اینها به حدی رسیدن که دیگه نیازی ندارن الکترون جذب کنن، یا نیازی ندارن که برای پایداریشون الکترون بگیرن یا الکترون از دست بدن. به همین دلیل به اینها میگن گازهای نجیب. اما کاربردهایی که داره مثلا هلیوم، هلیوم برای پر کردن بالون‌ها استفاده میشه. هلیوم در پر کردن بالون‌ها استفاده میشه. نئون اگر دیده باشی تو بعضی از علائم تبلیغاتی مثلا جایی نوشته آژانس مثلا مسکن. یه لامپ‌هایی هست که داخل اون لامپ شاید به رنگ قرمز تقریبا دیده میشه، وجود نئون رو ما اونجا میتونیم اثبات کنیم. یعنی نئون در علائم تبلیغاتی استفاده نیز می شود. اما آرگون، آرگون به عنوان جوشکاری، در جوشکاری های استیل از گاه آرگون استفاده نیز می شه، و کریپتون در چراغ قوه ها از کریپتون استفاده می شود. خب اما سه تا عنصر دیگر داریم به نام سر، کادمیوم و جیوه. ببینیم این عناصر چی هستن. ببینید سرب، کادمیوم و جیوه رو بهش میگن فلزات سنگین. علت نامگذاریش رو میخوایم ببینیم چیه، برای چی میگن فلز سنگین. علت این که به این میگن فلزات سنگین به این خاطره اگر این عناصر وارد بدن ما بشن از بدن دفع نمیشن، یعنی جزئی از بدن میشن.
سرب بر روی دستگاه عصبی انسان اثر میگذاره، به همین دلیل باعث اختلالاتی در تصمیم گیری انسان نیز میشود. کادمیوم و جیوه هم جزی از فلزات سنگین هست. این سه فلز به صورت یون وارد هوا میشن، یعنی به صورت ذرات ریستر پی و سبکتر پی بی دو مثبت، بهش میگن یون سرب، کادمیوم سی دی دو مثبت، یون کادمیوم و اچ جی دو مثبت، بهش میگن یون جیوه. خب اما اگر دقت کنی همه اینها بار چی داره؟ مثبت داره، دو بار مثبت، دو بار مثبت، دو بار مثبت. ابتدا اومده به نام چی؟ یون. یون رو من برای شما داخل پرانتز توضیح بدم. یون به بار مثبت و منفی میگن یون، پس به بار منفی و مثبت میگن یون. اگر دقت کنی یون سرب بار مثبت داره، یادت باشه بار مثبت داشتن دلیل بر اینه که این عناصر چیان؟ همه فلزن، فلزاتن که تمایل دارن الکترون از دست بدن.